این هفته مسئله تیک تاک، پیشتازی ویچت و آیا ربات ها میتونن بزنن قدش؟ Give me five. Maybe not. اینجا سیلیکون ولیه، خونه فیسبوک و گوگل و توییتر و بقیه غول‌های رسانه‌های اجتماعی که بخش مهمی از زندگی روزمره خیلی همون شدن. هر کدوم از این پلتفرم‌ها وقتی که راه افتادند دنیا را تکون دادن، اما به نظر می‌رسه که از جذابیتشون دیگه کم شده. نشده؟ بعضی‌ها معتقدند رسانه‌های اجتماعی به سبک و سیاق سیلیکون ولی دیگه حرف تازه‌ای در چنته ندارن. اما شرکت‌های تازه‌ای دارن ظهور می‌کنن که به نظر میاد فضا رو یکم دارن تکون میدن، اما نه در سیلیکون ولی، بلکه در چین. مثلا تیک تاک یک اپلیکیشن ویدیوهای 15 ثانیه‌ای که دل نوجوان‌های دنیا رو برده. تیک تاک الان حدود 1 میلیارد کاربر داره و کاملاً در شمار شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته. خیلی‌ها در سیلیکون ولی نگران تعداد کاربران تیک تاکن، ضمن اینکه معتقدن دنیای غرب هم باید با توجه به کشوری که این شرکت در اون ثبت شده نگران باشه. چین سرزمین اتفاقای تازه است و سرعت تحولات خیلی زیاده. هر روز ابداعات و اختراعات تازه ثبت میشه و همین نکته سیلیکون ولی رو نگران کرده. در این برنامه نگاهی انداختیم به تحولات فناوری در چین. می‌خوایم ببینیم آیا چین داره توازن قوای اینترنت در جهان رو به هم می‌زنه. این روزا شرکت‌های اینترنتی چین به معنای واقعی کلمه با سیلیکون ولی رقابت می‌کنند. محصولات واقعا جدید و خلاقانه در چین تولید میشه. چیزایی که غربی ها با حسرت نگاه میکنن و میگن کاش ما هم اینجوری بودیم. بحث پکن واشنگتن برای برتری در عرصه فناوری صرفاً بحث فناوری یا حتی ابداع نیست. بحث اینم هست که در آینده قواعد بازی برای این فناوری ها رو کی می نویسه؟ تا حالا ایالات متحده از این امتیاز بسیار ارزنده بهره مند بوده که معیارهای فناوری رو تعیین می کرده و شرکت های چینی و آمریکایی از اون معیارها پیروی می کردن. اینترنت تقریباً در همه کشورهای دنیا به جز چین با پلتفرم‌های آمریکایی تعریف میشه که طرفدار آزادی بیانند، ولی هیچ تضمینی نیست که این ارزش‌ها برنده این میدان باشند. به نظرم میشه تصور کرد که فیسبوک بخواد از چیزی مثل ویچت چینی‌ها تقلید کنه، نه فقط از بخش پیام رسانه این اپلیکیشن، بلکه از همه فعالیت‌های مالی که میشه درون خود پلتفرم انجام داد. فیسبوک دوست داره الگوی کسب و کارش رو تقویت کنه، جوری که دیگه فقط وابسته به تبلیغ روی فید فیسبوک ما نباشه، بره به سمت پرداخت‌های اینترنتی. از این جهت با حسرت به ویچت چین نگاه میکنن. این نرم افزار چینیه، بنابراین عملاً هر کاری باهاش میکنن. هر کار که یک چینی بخواد بکنه در ویچت میتونه بکنه و اصلاً نیاز نداره از محیط این اپلیکیشن بره بیرون. مثلا میتونه همونجا غذا سفارش بده، بلیت کنسرت بخره، بلیت هواپیما بخره، ماشین اجاره کنه، خرید اینترنتی کنه و پول همه چی رو با همون ویچت پی بده. نتیجه میشه اینکه کاربر چینی میتونه کل زندگیش رو روی ویچت بگذرونه. توی همچین سیستمی شما میتونین به اشکال مختلف از کاربر کارمزد بگیرین، یعنی به جای اینکه تبلیغ کنین کارمزد میگیرین. میتونین تبلیغ رو به عادت خرید کاربر وصل کنی، یعنی از تبلیغ مستقیم بری به جایی که خرید انجام میشه و کل فرایند رو رصد کنی. شیوه های مختلفی هست که میشه چنین سیستمی رو گسترش داد و ازش پول درآورد، در حالی که فیسبوک الان فقط از تبلیغ پول در میاره. به این معنا این شیوه یک قدم رو به جلوست. اما اگر تیک تاک رو نگاه کنید، تیک تاک یک شرکت چینیه ولی زده به قلب بازار جهانی و با امثال اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک رقابت کرده و سربلند بیرون اومده. بین نوجوان‌ها خیلی طرفدار داره. در خود آمریکا هم فاصله چندانی با شرکت‌های سیلیکون ولی نداره.
Here's the problem. It's owned by a Chinese company, and under Chinese law, that means the Communist Party has access to all of the data that TikTok scoops up, and it scoops up a lot. So TikTok تیک‌تاک قاعده بازی رو عوض کرده، برای اینکه برای اولین بار یه شرکت رسانه اجتماعی چینی به معنای واقعی کلمه از مرزهای این کشور گذشته و این قاعده بازی رو به هم میزنه. به خاطر اینکه مسئله از این داده‌ها چجوری استفاده می‌کنن پیش میاد که پیش از این مسئله نبود. آیا چین محتوایی که روی تیک‌تاک ساخته و پخش میشه رو سانسور می‌کنه؟ اخیراً یک نمونه پیش اومد که موضوع رو تا حدی روشن میکنه. یه دختر جوون یه ویدیوی آموزش آرایش ساخته بود، ولی در حالی که مثلا موژه هاش رو تاب میداد، حرفایی میزد که کاملا بودار بود. Curl your lashes obviously, then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there. Shortly after posting the videos, Feroz's TikTok account was suspended. اگر در آینده موردی پیش بیاد که بین فعالیت‌های یک شرکت و خط قرمزهای چین یا هنجارها و منافع ملی چین تضادی باشه، فکر می‌کنم اون شرکت‌ها حفظ هنجارهای ملی چین رو انتخاب می‌کنن. تردیدی در این امر نیست. فکر نمی‌کنم اینطور باشه که دولت چین آمدانه بهشون بگه چی کار بکنن. به نظرم یه جور آگاهی طبیعی در شرکت‌هایی که در این حوزه فعالند هست. آگاهی به این که اگر میخوای در جبهه حق باشی، باید به نوعی وفاداریت رو به اون حزب نشون بدی. در نگاه شرکت‌های آمریکایی مستقر در سیلیکون ولی، به شرکت‌های چینی هم حسرت هست هم ترس. می‌بینن این شرکت‌ها با جیبایی به نظر بسیار پرپول در فناوری‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کنن. اغلب با حمایت دولت بدون نیاز مبرم به سوددهی، اونطور که در شرکت‌های غربی هست. و این شرکت‌های سیلیکون ولی رو بسیار نگران می‌کنه، برای اینکه حس می‌کنن شرکت‌های چینی مقید به قواعدی که غربی‌ها باهاش بازی می‌کنن نیستن. دیدیم که چطور غول‌های فناوری در سیلیکون ولی دارن کم کم خطر ابداعات چینی‌ها رو جدی می‌گیرند. اما اون چیزی که این روزا از چین بیرون میاد، شباهت زیادی با اون چیزی که از غرب میاد بیرون نداره. چین از نظر رسانه‌های اجتماعی زمین تا آسمون با غرب فرق داره. یک علت مهمش اینه که دولت چین از مدت‌ها پیش جلوی غول‌های آمریکایی مثل گوگل و فیسبوک رو گرفته. و به همین علته که در چین یک زیست بوم یا اکوسیستم آنلاین کاملا متفاوت از بقیه دنیا شکل گرفته. علی بابا کم و بیش شبیه ایبیه، ویبو شبیه توییتره و ویچت هم وقتی ساخته شد شبیه اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی چون واتساپ و فیسبوک مسنجر بود. پس بی خود نیست که یه موقع هر چی که ساخته می شد می گفتن چینیش رو هم زدن. بله، چین زمانی به تقلید از دیگران معروف بود، ولی الان به نظرم این روند برعکس شده. می بینیم که شرکت‌های آمریکایی مثل اوبر از شرکت‌های چینی تقلید می کنن. 5 سال 10 سال پیش اینجوری بود که در چین همه چیز رو کپی می کردیم. هر چی از سیلیکون ولی بیرون می اومد کپی می کردیم. یعنی اگر شما 5 سال یا 10 سال پیش اینجا بودی، هر کس طرحی برای کسب و کار می آورد می گفت می خوام فیسبوک چینی یا توییتر چینی را بندازم. چین بیش از 1,300,000,000 جمعیت داره و بازار بسیار مناسبیه برای ایده های مربوط به شبکه‌های اجتماعی. البته که رقابت هم بسیار شدیده. کوایشو یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی چینه. بیش از 200,000,000 کاربر فعال داره، ولی بیرون چین کسی اسمشو نشنیده. کوایشو بیشتر روی جمعیت غیر شهری چین تمرکز کرده که کسی زیاد سراغشون نرفته. و این جمعیت 1-2 میلیون نفر نیست. حدود 40% جمعیت چین در مناطق غیر شهری زندگی میکنه. و این باعث شده ستاره‌های این بستر اون کسانی نباشن که آدم انتظارشو داره. سلاح پنهان کوایشو گزینه‌ای که به کاربرها امکان میده از کسانی که ویدیوهاشون رو تماشا می‌کنند پول بگیره. من نوازنده حرفه‌ام. در اوقات فراغتم روی کوایشو درس میدم. در واقع آموزش نوازندگی ساز موسیقی سوونا رو میدم. هدفم اینه که موسیقی و دانش سنتی چین رو در اختیار همگان قرار بدم.
چن میگه از محل فروش درس هایی که ضبط میکنه و هدیه های مجازی که مخاطبان موقع پخش زنده برنامه‌اش میخرن حدوداً ماهی 15000 پوند در میاره و تازه این با کسر 25% کارمزد کوایشوه. به نظرم چینی ها نه فقط در تولید محصول که در درآمدزایی از محصول واردن. احتمالاً در آینده از این الگوها که مبتنی بر پخش زنده و ویدیوهای کوتاه بیشتر میبینیم. اما 200 میلیون کاربر کوایشو در برابر تنسنت، غول رسانه‌های اجتماعی چین و ابر اپلیکیشن ویچت عددی نیست. ویچت بزرگترین و پرطرفدارترین پلتفرم رسانه‌های اجتماعی چینه. عملاً یه جور سبک زندگیه. ویچت سال 2011 رو اندازی شد و در حال حاضر ماهانه 1 میلیارد کاربر از 200 کشور و منطقه مختلف داریم. خدمات ما شامل ارائه اطلاعات، سرگرمی و پرداخت الکترونیکی میشه. به نوعی همه شئون زندگی رو در بر میگیره. و حالا به لطف چیزی به اسم ریز برنامه ها، نقش ویچت در زندگی روزانه مردم از اون چه که بودم بیشتر میشه. ریز برنامه یعنی اپلیکیشنی که نیاز به دانلود کردن و نصب کردن نداره. میشه گفت یه جور زیر برنامه است در دل فضای ویچت یا یک ابزار جدید که در ویچت ساخته شده. اشخاص سالس میتونن با ریز برنامه ها هر لحظه که بخوان به ویچت ویژگی های جدید اضافه کنند. حدوداً مثل این میمونه که کل اپستور رو حاضر و آماده روی گوشیتون داشته باشید. در واقع هدف اینه که به کاربر بگی هر کاری که بخوای با گوشیت بکنی میتونی در محیط ویچت بکنی. لازم نیست ببندیش. این مغازه در ساختمان مرکزی ویچت را اندازی شده. شما میتونید توی فروشگاه بچرخید، هر چی میخواید بردارید و برید بیرون. پولش مستقیما از حساب ویچت برداشته میشه. در یک نقطه دیگه شهر گوانگژو میتونی با یک ریز برنامه دیگه پول پارکینگت رو بدی. اگه پلاک خودرو رو در حساب ویچتت ثبت کنی، حتی لازم نیست ترمز کنی. میری بیرون و پول از حسابت برداشته میشه. مبنای تمام این کارها اینه که کاربرها مقدار زیادی از اطلاعات شخصیشون رو در اختیار ویچت بگذارن، حتی چهرهشون رو. این دستگاه طوری تنظیم شده که با سامانه جدید چهره پرداز ویچت کار میکنه. هر کسی بخواد میتونه چهرهش رو به اپلیکیشن اضافه کنه و با رخنمایی از این دستگاه ها خرید کنه. در واقع چهرهت رو به حساب کاربری ویچت و شناسنامت وصل میکنی. اما آیا این یک ذره راحتی به هزینه احتمالی نقض حریم خصوصی آدم میارزه؟ سال 2016 سازمان عفو بین الملل در ارزیابی شرکت ها از نظر رعایت حریم خصوصی به شرکت مادر ویچت یعنی تنسنت از 100 صفر داد. به نظرم یک تصور رایج هست که حریم خصوصی برای چینی ها مهم نیست. این تصور کاملا غلطه. در چند سال گذشته دولت چین سعی کرده مقررات امنیت سایبری رو بس بده و مصرف کننده ها رو در مورد خطر گم شدن یا درز داده ها آگاه کنه. در مقررات حریم خصوصی ویچت اومده که این شرکت در مواردی که قانوناً مکلف باشه اغلب اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شما رو در اختیار دولت چین میگذاره. این اطلاعات شامل چیزهایی که می‌نویسید و موقعیت جغرافیاییتون هم میشه. ما در ویچت داده‌های حساس کاربرها رو در محصولات دیگه استفاده نمی‌کنیم. از قوانین و مقررات ناظر بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربرها پیروی می‌کنیم. نمیشه منکر شد که اپلیکیشن های اجتماعی در چین دیگه دنبال روی سیلیکون ولی نیستند. اگه نگیم پیش افتادن، قطعا مسیرهای تازه‌ای نسبت به رقبای غربی در پیش گرفتند. حالا پرسش اساسی اینه که آیا اپلیکیشن های چینی دیگه هم میتونن مثل تیک تاک به رغم دغدغه سانسور و حریم خصوصی جهانی بشن یا نه؟ و اگه این اتفاق نیفته، آیا میشه گفت نوبت شرکت های فناوری غربیه که از چینی ها تقلید کنن؟ این هفته اوبر اجازه گرفت اتومبیل‌های خودرانش رو برای آزمایش به جاده‌های کالیفرنیا برگردونه. در 2 سال گذشته اوبر به دلیل اینکه یکی از اتومبیل‌های خودرانش در آریزونا یه نفر رو زیر گرفته بود، اجازه این کارو نداشت. یه نهاد ناظر اروپایی در مورد سامانه ذخیره اطلاعات مکانی‌ها به گوگل تحقیق می‌کنه. کمیسیون حفاظت از اطلاعات ایرلند گفته هدف بررسی اینه که روشن بشه آیا گوگل در این مورد با شفافیت کافی و قانونی عمل کرده یا نه. دولت بریتانیا زمان ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی، دیزلی و خودروهای دوگانه سوز رو از سال 2040 به 2035 جلو انداخت. با اجرای این ممنوعیت، خریداران تنها اجازه خواهند داشت خودروهای برقی و هیدروژنی بخرن.
دانشمندان از آزمایش موفقیت آمیز دستگاهی خبر دادن که میتونه نوعی بایو اینک یا جوهر زیستی رو روی زخم‌ها پرینت یا چاپ کنه. این پوست مصنوعی که ابتدا روی خوک‌ها آزمایش شده، یک گام به استفاده در درمانگاه‌های سوختگی انسان نزدیک شده. هنرمندی در برلین با کشوندن یک چرخ دستی پر از گوشی‌های هوشمند در خیابون موفق شد نقشه گوگل رو فریب بده تا تصور کنه که اونجا رابندون شده. سایمون وکرت قبل از رفتن به خیابون نشونی رو در اپلیکیشن نقشه گوگل در 99 دستگاه گوشی دست دوم جستجو کرد و با چرخ دستی پر از گوشی از کنار دفتر مرکزی گوگل در آلمان رد شد. دانشمندان در اسرائیل ربات کوچیک تانک مانندی رو طراحی کردن که میتونه برای عبور از موانع تغییر شکل بده. Reconfigurable Continuous Truck Robot برخلاف سایر ربات‌های مارمانند برای اینکه بتونه بدنش رو بند بند انعطاف بده و راهش رو تو هوا پیدا کنه، تنها از 3 موتور استفاده می‌کنه. انتظار میره از این ربات برای عملیات جستجو و نجات و همینطور تعمیرات استفاده بشه. و سرانجام فیلم معروف ورود قطار به ایستگاه که 125 سال پیش به خاطر واقعی بودنش تماشاچیان اولیه سینما رو ترسوند، با یه نسخه جدید هوش مصنوعی بروز شده. دنیس شیریاوف، کاربر یوتیوب، با استفاده از فناوری شبکه عصبی، کیفیت این فیلم کوتاه مشهور برادران لومیر محصول 1895 رو در حد 4K بالا برده و فیلم به قدری شفاف شده که انگار با گوشی‌های هوشمند امروزی فیلم برداری شده باشه. بازی استار سیتیزن ترکیبی از یه بازی چند نقشی و چند نفری بزرگ، شبیه ساز سفینه فضایی و بازی تک نفری جنگی. همه اینها در یک فضای عظیم بی پایان. Thanks, Wendy. استار سیتیزن طرفدار پروپا قرص زیاد داره. Previously we couldn't have done a planet like this before. When I was a kid I wanted to be an astronaut. I ended up being a dentist. I always used to fantasize with being a spaceman. And that's what Star Citizen is. Coming up behind you. استار سیتیزن مهمه به خاطر اینکه طراحش کریس رابرتس. کریس رابرتس همون کسیه که در دهه 90 بازی وینگ کامندر رو درست کرد. تقریبا مثل جورج لوکاس بازی‌های فضایی میمونه. استار سیتیزن به این خاطر درست شده که کریس رابرتس میخواست یه شبیه ساز فضایی بسازه که مشابه نداشته باشه. در واقع بعد از ساختن وینگ کامندر میخواست بزرگترین دنباله ممکن رو برای اون بازی بسازه. من دوست ندارم یه بازی مثل بازی‌های دیگه بسازم. دوست دارم یه جهان تازه بسازم. میخوام یه جواهر بسازم. همیشه میخواستم بسازم ولی تا الان ابزارش رو نداشتم. وقتی مردم دیدن چی میخواد بسازه، وقتی جنسی رو که میفروخت دیدن، فهمیدن چی میخواد خلق کنه. همه میخواستن سرمایه گذاری کنن. و سرمایه گذاری کردن، اونم چه سرمایه گذاری؟ بیش از 250 میلیون دلار. فقط 37 میلیون دلار در سالی که گذشت. این همه پول هم برای بازی که هنوز در مرحله آزمایشیه و محصول نهایی نیست. شرکت کلاود ایمپریوم از سال 2012 مشغول طراحی استار سیتیزن بوده. در حال حاضر حدود 500 نفر در 5 استودیو در بریتانیا و آلمان و آمریکا روی این بازی کار می‌کنن. اینجا دفتر لس آنجلسه. با اینکه کار همچنان ادامه داره ولی به جایی رسیده که میشه بازی رو امتحان کرد و بازیکن‌ها دارن امتحانش میکنن. این بازی هر 3 ماه یه بار عرضه میشه. البته هنوز در مرحله بسیار بسیار اولی است. در نتیجه تجربه کسانی که بازی رو امتحان میکنن شبیه کسی که تو بخش کنترل کیفی کار میکنه یا حتی شبیه خود برنامه نویس. استار سیتیزن از همون آغاز کار جنجال برانگیز بوده. از زمانی که روی سایت کیک استارتر جمع‌آوری پول رو شروع کردن، ابعاد کار مدام بزرگتر شده و در نتیجه خود بازی هم به مراتب پیچیده‌تر. هرچی پول بیشتر جمع شد، ابعاد کار هم بزرگتر شد. اول قرار بود یه ادای احترام به وینگ کامندر باشه، ولی کم کم تبدیل شد به جهانی بی انتها که خب از بیخ یه محصول متفاوته. به خاطر تغییراتی که در بازی ایجاد شده، اوایل امسال یکی از کسایی که کمک مالی کرده بود، شرکت صنایع فضایی رابرتس رو که زیر مجموعه کلاود ایمپریومه، کشید به دادگاه که پولش رو پس بگیره. حالا چقدر داده بود؟ 4500 دلار. دادگاه در کالیفرنیا تشکیل شد و قاضی شکایت رو رد کرد.
برای اینکه بندی در توافقنامه کسایی که کمک مالی میکنن تصریح کرده که کسی که پول داده نمیتونه برای پس گرفتن پولش شرکت صنایع فضایی رابرتس رو ببره دادگاه. هرچند این شرکت میگه هر کس بخواد میتونه یک ماه پولش رو پس بگیره. و از قضا همین داستانی که بیشترین جنجال رو برای استار سیتیزن ایجاد کرده. بحث پول. 250 میلیون دلار به نظر پول خیلی زیادیه. ولی اگه در نظر بگیری که فیلم آواتار 237 میلیون دلار هزینه داشته و تخمین زده میشه GTA 5 265 میلیون دلار خرج برداشته، دیگه این رقم برای یک بازی اونقدرم زیاد نیست. From sunny southern California. از آفتاب جنوب کالیفرنیا بریم به سوز و سرمای منچستر، جایی که همزمان با تولید بازی برنامه‌ای به اسم سیتیزن کان راه انداختن که در واقع گرد همایی به افتخار این بازی جدید. سیتیزن کان جایی که خوره‌های بازی و حامیان مالی و تیم‌هایی که در تولید بازی نقش دارن یه جا جمع شدن. یکی از بخش‌های بازی که توجه خیلی ها رو جلب کرده سفینه هاست. توی بازی تعداد زیادی سفینه ریز و درشت هست که میشه با واحد پول خود بازی خرید. حامیان مالی بازی هم میتونن با پول واقعی بخرن. کلاود ایمپریوم میگه این پول صرف توسعه بازی میشه. اینجا شایعه که بعضی ها هزاران دلار برای این سفینه ها پول دادن. البته بیشتر کسایی که من در سیتیزن کان دیدم از این پول ها نداشتن. تا حالا چقدر خرج کردی؟ That's only about $75 to $100. Probably invested about £250 into the game. Maybe like £60 or something like that. البته همیشه استثناهایی هم هستن. Yeah, that definitely doesn't look friendly. من $7,900 تو این بازی خرج کردم. $7,900؟ بله، $7,900. شما گیم استریمری؟ بله. یعنی شغلت همینه، درسته؟ بله، همینه. جنگای خفن رو میندازیم، مثلا 50 نفر همزمان میجنگن، کارمون همینه. همینجا وسط سیتیزن کان بود که جناب رابرتس رو دیدم. میشه بگین قضیه چیه؟ خب ما داریم سعی میکنیم یه جهان کامل خلق کنیم با جزئیاتی که هیچ کس تا حالا بهش نپرداخته. در نتیجه کار بیشتر از اونی که فکر کرده بودیم طول کشیده. نقد و نظر منفی در مورد استار سیتیزن خیلی زیاده. فکر میکنین علتش چیه؟ لب گود نشستن و لنگش کن گفتن کاری نداره. کسایی که اهل این کار نیستن نمیدونن ساختن همچین بازی چقدر کار میبره. بعضی بازی ها بوده، مثلا مثل Red Dead Redemption 2 که 7 سال خورده ای طول کشیده تا آماده بشه. در آوردن اون پیچیدگی و اون شباهت به واقعیت که بازیکن ها این روزا انتظار دارن زمان میبره. این بازی چه چیزای جدیدی داره؟ فناوری جدیدی که برای سیاره ها داریم بسیار 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 به واقعیت شبیه تره. روی آب و هوای متغیر هم کار کردیم. یه نکته مهم دیگه هم اینه که در این بازی برای اولین بار یک نقطه پرش یا کرمچاله در فضا زمان داریم. در واقع هر چی پیش میریم منظومه‌های بیشتری به بازی اضافه میشن. قرار سال دیگه اسکادران 42 که بخش تک نفره بازی رونمایی بشه. ولی فعلا کار روی اصل بازی استار سیتیزن ادامه داره. به نظر میرسه راه زیادی مونده تا بازی کامل بشه. اینم از مارک چسلک و بازی استار سیتیزن. حالا بریم سراغ لارا که بین ما از همه بیشتر به فکر آمادگی جسمانی و تندرستی شه. این بار گویا با یک ربات سر کله زده. بریم ببینیم. خب من لباس ورزشم آماده است، کفشم رو هم پوشیدم. منتظر رباتی ام که باهاش قرار دارم. سلام. بله، ایشون قراره منو بدونه. ماجرا از این قراره که معلمم در واقع هوش مصنوعیه. یک مقدارم از جناب پپر کمک میگیریم. این طرح آزمایشی در آزمایشگاه رباتیک بریستول اجرا شده. هدفش اینه که به یه ربات حس همدلی و مهارت‌های انگیزشی که یه معلم واقعی داره یاد بده. معلوم نیست میخواد با هم چی کار کنه. هوش مصنوعی ضربان قلب و تغییرات چهره فردی رو که میخواد برای 2.5 کیلومتر آماده بشه رصد میکنه. در این حال شخصیت اون فرد رو هم در نظر میگیره که روند تمرین رو بهینه کنه. اول کار این ربات هیچی نمیدونه. بعد دان که مدرس آمادگی جسمانی ماست بهش میگه الان وقتشه که احساس همدردی کنی یا الان باید فشار بیاری. هر بار که یه همچین چیزی میگه ربات از روی اون مثال یاد میگیره. در نتیجه بعد از چند جلسه خود ربات پیشنهاد میده.
متاسفانه من نمیتونم اونقدر تند بدوم. وظیفه من این بود که بگم یه معلمی خصوصی ایدئال برای آمادگی جسمانی چه رفتاری داره. در این حال ویژگی ها رو تا جایی که ممکنه ساده کنم که ربات بتونه یاد بگیره و برنامه نویس ها بتونن اجرا کنن. وقتی خم میشه جلو هول میشم، حس میکنم هوا پسه. از جنبه های اصلی روانشناسی انسان هم برای تحلیل اینکه نیاز شخص در هر زمان مشخص چیه استفاده میکنیم. 10 نفر تو این طرح آزمایشی شرکت کردن. بعضیا هیچ مشکلی با این طرح نداشتن. هر روز که تمرین داشتیم فکر میکردم الان پپر منتظرمه. ولی هرچی بیشتر تمرین میکنی بیشتر عادت میکنی. الان احتمالاً اگه برم رو تردمیل بدوم میگم رباتم بس کو. کسی به چشم ابزار یا یک شی بهش نگاه نمیکرد. صرفاً ربات نبود. هر کدوم به نوعی رابطه باهاش برقرار کردن. یه هر کدوم یه جور باهاش حرف میزدن. آدمای مختلف میتونن این ربات رو تربیت کنن. در نتیجه شخصیت ها و سبک های مختلف پیدا میکنه. ولی کلیت ماجرا اینه که در آینده ظاهر باشگاه ها میتونه کاملا با چیزی که الان هست فرق کنه. مرسی. بزن قدش. شایدم نه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و همینطور از طریق توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.